خب امروز میخوایم فقط راجع به باگای iOS 18 نسخه دیولوپر بتای صحبت کنیم و دقیقا توجیهشن خیلی ها که چرا همه میگن نباید نصب کنیم. قبل از اینکه شروع کنیم خیلی از دوستا کامنت میذارن، پیغام میدن، مثلا میگن آقا میگین همه باگ داره فلان داره، ما ندیدیم چیزی، گوشیم هم فلانه، حالا مثلا 14 دارم 15 دارم هم 12 دارم و باگی ندیدم. داستان اینه که شما مثلا سه تا آیفون 15 بذارین کنار هم، سه تا 15 پرو با یه حجم یه فرم یه گوشی، ممکنه رو هر کدوم یه نوع باگ ببینین و این اصلا چیز نیست. حالا معمولا یه سری باگا از کلی تر رو همه گوشی هاست، یه سری باگا هستن که آمارش کمتره مثلا فقط رو 15 هاست، یه سری باگا هم هستش که دیگه اختصاصی روی گوشی هاست، یعنی چند تا گوشی مثل همو داریم و هر کدوم روی یه چیزی باگایی داره. اما یه سری باگای کلی هستش که خیلی راجبش میشنویم، یه سری باگا هم خود من تجربه کردم. مثلا همون اولیش که گفتم آی مسیج، کل هیستوری آی مسیج هم رفته و با هر کی صحبت میکنم پاک شده، چتمون میاد از اول، این خودش خیلی دارکه. به جز این یه خط درمیون کار میکنه و یه ذره هم قاطی کار میکنه، اصلا قابل اعتماد نیست، واقعا من میترسم ازش استفاده کنم چون به یکی یه چیز میگی اون یکی جواب میده، بعد اون یکی داره تو همون چت با جواب میده و رو حرفاش میفهمی که این اون نیست، این فلانیه، اینش خیلی وحشتناکه. به جز این یه باگ واقعا اذیت کننده اینه که یهو صدا میره رو اسپیکر بالا، چه صدایی، همه صداها. یه لحظه الان برمیگردم از صدای میگفتم. ببین حتی زنگ گوشید که زنگ میخوره از اسپیکر بالا فقط پخش میشه، میره رو کلاب هاست از اسپیکر بالاست، گوشی رو خاموش روشن میکنی همچنان بالاست، فورس ریستارت یا هارد ریست میکنی، ریست با دکمه ها، ریست سخت افزاری میکنی، دوباره همچنان صدا اون بالاست. بعضی وقتا یه هدفون سیمی لایتنینگ چیزی وصل میکنی بهش، در میاری میبینی اوکیه داره کار میکنه و برگشته، ولی مثلا از هر سه باری که اینجوری میشه یه بارش با اون داستان برطرف میشه، دوباره دیگهش برطرف نمیشه و همینجوری اون بالاست، یعنی گوشیت زنگ بخوره نمیشنوی، نوتیفیکیشن اینا بیاد، دقیقا انگار گوشیت سایلنته و تو هم حساب کردی روی اینکه گوشیت سایلنت نیست ولی عملا نمیشنوی چون از اسپیکر بالا یه سری صدا آروم پخش میشه. بعد حالا مثلا میتونیم بیایم رو ایرپلیش و صدا رو از روی آیفون ورداریم بزنیم رو اسپیکر، وقتی میزنیم رو اسپیکر، اسپیکر پایین هم یه هوا کار میکنه ولی باز خیلی صدای ضعیفه، تقریبا 20 یا 30 درصد صدای کامل آیفون رو میشنویم. چی کار باید کرد؟ خیلی وقتا، یعنی واسه من بارهای اتفاق افتاده و فقط باید صبر کنی، خودش رو تصمیم میگیره که برگرده، این داری به سختی ایسو گوش میدی یهو میبینی داره یهو برمیگرده. به جز این که یا یهو شروع میشه میره تو این حالت، مثلا داری یه وایس تو واتساپ گوش میدی یهو گوشی تو این بری میکنی، زارف یهو پره رو بالاییه و داستان شروع میشه و همین راحتی، یعنی لازم هم نیست کار پیچیده ای کنی، یهو میره رو اون حالت و اذیت کننده است. به جز اینا بحث شماره تلفن ها، شماره تلفن ها خب مثلا خیلی ها چند تا کانتکت لیست دارن، یه دونه کانتکت لیست مثلا آدرس ایمیل یاهوشونه، یه دونه کانتکت لیست آیکلوده، یه دونه کانتکت لیست جیمیله و مثلا دست میخوره فقط جیمیل تیک شده. وقتی اون حالت باشه آدم چک میکنه میبینه یه شماره نیست تو کانتکت لیستش، ولی وقتی اون شماره رو میگیری میبینی داریش، اما الان تو iOS 18 همه اونام تیکه و توی هیچ کدوم شماره ها رو پیدا نمی کنی ولی شماره رو می گیری هست، یعنی یه سری شماره ها تو بهت نشون نمیده با اینکه داریشون. یه باگ دیگهش اینه که یهو سیم کارت رو نمی شناسه و دیگه میره رو نو سیم، ایرپلن مود کنیم نمیدونم هر کاریش کنیم هم بر نمی گرده، حتما باید سیم کارت رو یه بار در بیاریم دوباره جا بزنیم تا را بیفته، یا شاید باید دو سه بار این کار رو بکنیم تا را بیفته. یعنی سیم کارت نشناختنش خیلی زیاد شد، مثلا قبلا شاید سالی یه بار اینجوری میشد، الان تقریبا یه روز در میون من این مسئله رو دارم باهاش.
خب ببین تا اینجا اینه که گفتم هر کدومش میتونه آدم منصرف کنه از اینکه بخواد آپدیت کنه، به خصوص حالا به اینا اضافه کن اپای بانکی که من استفاده نمی کنم، من از وب اپلیکیشن ها استفاده میکنم که اوکی ان تقریبا، ولی اپای بانکی کسایی که اپو نصب میکنن رو گوشیشون قشنگ مشکل دارن، و این برای نه فقط بانکای ایرانی، بانکای کل دنیا، همه جا من دارم میشنوم که اپ های بانک ها مشکل اساسی دارن با iOS 18 دیولوپر بتا این نسخه که الان هست. همین اینم به این مشکل رو اضافه کنی، عملا داره بهت میگه که اگه گوشی اصلی تا اصلا آپدیت نکن. حالا یه سری باگ های دیگه هم هستش، مثلا میای تو کنترل سنتر میخوای اینا رو تنظیم کنی، یه ذره زیاد باهاش بازی کنی، صفحه دوم صفحه اول سایز ها رو بخوای تغییر بدی، به وضوح باگ رو میبینی و میبینی که این درست کار نمیکنه، ده بار یه چیزو میاری یه جا و نمیره نمیشه، میگم دوتا دوتا یه چیزیو داره، یه در قاطیه و کنترل سنترش همینطور. یا همین صفحه هومو بخوای ادیت کنی، میای رو کاستومایز، کافیه که یه ذره با این رنگو بازی کنی، نمیدونم یه ذره بری این ور اون ور و از این داستان، خلاصه یه ها اپا از همه آیکوناش میره، یعنی کاملا تو همه رو یه سری مربع خالی میبینی که توش خط اپ خالی رو داره، که خب حالا این باگا خیلی زیاد مهم نیستش دیگه، زیاد اذیت کننده نیست. اون باگایی هم که گفتم قرار نیست واسه همه باشه ها، ممکنه یکی داشته باشه و این باگو نداشته باشه، یعنی یکی iOS 18 رو داشته باشه و این باگایی که میگم رو نداشته باشه، ممکن هم از همش رو داشته باشه، بیشتر هم داشته باشه. مثلا یه سری باگایی که من تجربه نکردم ولی دیدم بقیه درگیرش هستن، داینامیک آیلند یهو میچرخه میاد اینجا و میره این گوشه به جای اینکه این وسط باشه حتی، یعنی یه داینامیک آیلند که اینجا داریم، یه دونم اینجا به جای اینکه وسط باشه این گوشه است، و این مثلا اومده یه نوتیفیکیشن نشون بده بره، همینجوری میمونه اون گوشه یه ور صفحمون هم اشغال میکنه. یه مشکل دیگه که خودم یه بار بهش برخوردم ولی مثلا که خیلی شایع اینه که یهو به وای فای وصل نمیشه، یعنی وصل میشه اینترنت نداره، و این هم خودش مکافاتیه دیگه، یا باید اون وای فای رو فورگت کنیم دوباره از اول رمزش رو بزنیم بهش وزشیم، یا باید دی ان اس همون رو یه تغییر بدیم، و از اینجور گیر و گرفتا سر وای فای هم داره. یا مثلا یه مشکل دیگه ای که داره اینه که وقتی صفحمون قفله رو لاک اسکرین نوتیفیکیشن ها رو درست نشونمون نمیده، یا اصلا یه بخش زیادیش رو نشون نمیده، و میایی میبینی که مثلا خوابیدی پاشدی نوتیفیکیشن ها رو چک میکنی و نمیبینی یه سری چیزها رو، بعدش میایی مثلا تو واتساپ میبینی او فلان موقع پیغام گذاشتم و تو نوتیفیکیشن ها نبود. خلاصه از این گیر و گرفتا خیلی داره، به شدت توصیه میکنم. ببین من ساله قبلم میگفتم که نصب نکنین، ولی امسال واقعا باگاش تو حلقمه دیگه، یعنی خیلی زیادی دیگه به چشم میاد. قبلا اینجوری بود، دو تا قابلیت جدید داشت، اونا مثلا چیز بود یا انقدر زیاد نبود، امسال باگاش خیلی زیاده و همه اینا برطرف میشه، و الان اولین نسخه iOS 18 رو من دارم تجربه میکنم، یعنی دیولوپر بتا 18 خالی، اولین iOS 18 که اومده، و پابلیک بتاش بیاد قطعا باگاش کمتر میشه، امکاناتش بیشتر میشه. نسخه اصلیش که شهریور و مهر با آیفون 16 میاد، اون موقع قطعا یه سیستم عامل استیبله که خیلی قابلیتاش هم بهش اضافه شده و میتونیم اون موقع نصب کنیم. تازه اون موقع هم همچنان ممکنه یه سری از این اپ های بانکی درست کار نکنن، و خیلی ها و خود من حتی توصیه میکنیم که سب کنین 18.01 بیاد، 18.02 بیاد، بعد آپدیت کنید اگه خیلی با گوشیتون کار میکنین. حالا وقتی تو اون شرایط جدی یک گوشی واسه تون که خیلی جدی قرار باش کار کنین، قطعا واضحه که نباید نسخه بتا نصب کنین، به خصوص دیولوپر بتا که سراسر باگ و گرفتاریه، یعنی یه دفعه مجبورت میکنه که تو همش چش رو گوشیت باشه چون دیگه صدا نداره، و حالا مثلا وسط کارت هی باید رو صفحه بزنی، که راستی رو صفحه بزنی خیلی وقتا یه خط در میون روشن میشه و هی باید بزنی تا روشن شه، ولی هر از گاهی بزنی رو صفحه که ببینی مثلا نوتیفیکیشن داشتی یا نه تا زنگ بهت نشون بده، یه ذره اذیت محض دیگه.
واسه همین اصلا توصیهش نمی کنم صبر کنین نسخه بعدیش بیاد. من هم راجع به قابلیت های جدید صحبت می کنم که بیشتر باهاش آشنا شیم، نه اینکه همین الان امتحان کنیم. همین الان امتحان کنیمش میره واسه همون نسخه اصلیش که اومد، اون موقع دوباره راجع به اینا که تا اون موقع تغییرم میکنن ویدیو میسازیم ببینیم ورژنی که قراره استفاده کنیم چیه. مراقب خودتون و اعصابتون باشید. تا بعد.